یه شب تو آگوست سال 1986 اهالی یه روستا تو آفریقا یه صدای انفجار خیلی بلند شنیدن. یه سری ها فکر کردن صدای رعد و برقه، یه سری هم بهش اهمیت ندادن. اون موقع نمیدونستن، ولی اون صدا حکم مرگشون بود. داستان امروز یه جوریه که انگار دارم براتون فیلم علمی تخیلی تعریف میکنم، ولی 100% واقعیه و قسمت ترسناکترش اینجاست که هر لحظه ممکنه دوباره اتفاق بیفته. دمدمای صبح 22 آگوست سال 1986 یه مرد به اسم افرومچی با یه حالت گیج و منگ رو تختش از خواب میپره. همون لحظه حس میکنه که یه مشکلی هست. یادش نمیومد دیشب چه اتفاقی افتاده. هی به مغزش فشار میآورد که یادش بیاد، ولی انگار یه عالمه حفره تو مغزش بود، نمیتونست تمرکز کنه. فقط یه چیزی رو یادش میومد، اونم این که دیشب یه صدای رعد و برق خیلی بلند شنیده. تو ذهنش احتمال داده که آهان قراره بارون بیاد. از رو همون تختش سرش رو میچرخونه بیرون رو نگاه میکنه، میبینه چمنا خشکه، همه چی هم سر جاشه، معلومه بارون نیومده. پس اون صدا چی بوده؟ با همون حالت منگی سعی میکنه از رو تخت بیاد پایین، ولی به محض اینکه پاشو میذاره رو زمین سرش گیج میره میفته زمین. خودش رو جمع جور میکنه، میگه اوکی الان باید پاشم برم به 4 تا بچم سر بزنم ببینم حال اونا خوبه یا نه. شروع میکنه به حرکت کردن، ولی انگار بدنش از مغزش پیروی نمیکرد. یهو به خودش میاد، میبینه به جای اینکه بره بالا سر بچه هاش رفته بیرون خونه وایستاده، همینطوری زل زده به دشت جلوی خونه. روستایی که افروم و خانوادش توش زندگی میکردن اسمش نایوس بود. نایوس اون موقع خیلی ابتدایی بود. برق نداشت، آب لوله کشی نداشت، جاده درست‌حسابی هم نداشت. نایوس به دو قسمت تقسیم میشد. نایوس بالایی و نایوس پایینی. بین این دوتا قسمت هم یه دریاچه خیلی قشنگ بود به اسم لیک نایوس. افروم و خانوادش تو قسمت بالایی توی خونه کاهگلی کوچولو زندگی میکردن. خلاصه افروم که بیرون خونش وایساده بود شروع کرد به این ور اون ور نگاه کردن به امید اینکه یکی رو پیدا کنه، یکی از همسایه هاشو بتونه بره باهاش صحبت کنه، ازش بپرسه چه خبره. ولی هرچی میگرده هیچ کس رو پیدا نمیکنه. شروع میکنه به حرکت کردن به سمت نایوس پایینی، شاید اونجا یکی رو پیدا کنه. شروع میکنه به حرکت کردن، از تپه میره پایین، میرسه به دریاچه، یهو سر جاش میخکوب میشه. چرا؟ چون تازه اون لحظه متوجه میشه که هیچ صدایی نمیاد. همه جا سکوت محضه. نه صدای آدما، نه گاو و گوسفندا، نه حتی صدای پرنده ها. همه جا ساکت بود. معمولا تو اون روستا مدام صدای پرنده ها می اومد، خروس ها می خوندن، حشرات مدام وزوز می کردن. اما اون روز به یه دلیل نامعلوم همشون ساکت شده بودن. انگار دنیای اطرافش خاموش شده بود. افروم همینطوری شوکه اونجا وایستاده بود، یهو صدای بلند جیغ یه زن رو میشنوه. برمیگرده سمت صدا، میبینه یه زنه بالا سر یه چیزی وایستاده، داره جیغ میکشه، لباساشو پاره میکنه. ناخودآگاه شروع میکنه به دویدن سمت زنه. همینطوری که بهش نزدیک میشه میبینه دور زنه یه چیزایی همینطوری پراکنده ریخته رو زمین. ولی مغزش یاری نمیکرد، هنوز اون حالت گیجی رو داشت، نمیفهمه چی ریخته رو زمین. میره جلوتر، به فاصله 5 متریش که میرسه یهو وای میسته. میفهمه اونا اعضای خانوادهشن. یه جوری که انگار خوابن بدون هیچ حرکتی افتادن رو زمین. یکم اون طرفترم همه یه گاواشون افتادن زمین. اینجا افروم با خودش فکر میکنه، میگه امکان نداره همه اینا با هم خواب باشن. یکم بیشتر دقت میکنه، میبینه از بینی و دهنشون یکم خون ریخته بیرون. میفهمه همشون مردن. یهو ته دلش خالی میشه، یه ترس و وحشت تمام وجودش رو فرا میگیره. میدونست بعد بره بزنه کمک کنه، ولی اون ترکیب ترس و گیجی و اینکه نمیدونست چه خبره جلوشو میگیره. یکم دیگه بزنه و خانوادش نگاه میکنه، روشو برمیگردونه، راهشو به سمت نایوس پایینی ادامه میده. مردم نایوس پایین تو خونه های کوچولو کوچولو نزدیک به هم دیگه زندگی میکردن. معمولا وقتی میرفتی اونجا یه روستای خیلی خوشحال و زنده بود. صدای خنده و بازی بچه ها میومد، مرغ و خروسا بر خودشون راه میرفتن، مردم بیرون خونه هاشون با هم دیگه صحبت میکردن. اما اون روز هیچ خبری نبود، همه جا ساکت بود. افروم پنیک میکنه، شروع میکنه به دویدن که برسه به جاده اصلی نایوس پایینی که دید بهتری داشته باشه. میرسه اونجا، این ور اون ور رو نگاه میکنه، میبینه رو زمین پر حیوان مرده است. میدوه به سمت اولین خونه، درشو باز میکنه. از صحنه‌ای که میبینه شوکه میشه.
زیر پاش جسد یه زنه بود. کنارش هم یه ظرف ذرت ریخته بود. انگار داشته ذرت‌ها رو می‌خورده، همون لحظه یه افتاده مرده، ذرت‌ها از دستش افتادن زمین ریختن. نگاهشو از زنه برمی‌داره، توی خونه رو نگاه می‌کنه، می‌بینه بقیه اعضای خانواده‌اش هم رو تختاشون مردن. با وحشت عقب عقبی از خونه میاد بیرون، روشو میکنه سمت جاده، خشکش میزنه. یه قسمت دیگه از مغزش شروع میکنه به کار کردن. میفهمه اون حیوانایی که قبلا رو زمین دیده بوده همشون آدمن. بینشون حیوانم بود ولی بیشترشون آدم بودن. آدمای مرده عین برگ درخت افتاده بودن رو زمین. بعضیاشون برهنه بودن، بعضیاشون یکم لباس تنشون بود. کنارشون هم همینطوری دست دست لباس ریخته بود رو زمین. انگار هر اتفاقی که افتاده چند ثانیه قبل از مرگشون شروع کردن به درآوردن لباسشون. افرون با خودش فکر میکنه بابا اینا چرا مردن؟ رو بدناشون میگرده دنبال جای زخمی چیزی ولی هیچی پیدا نمیکنه. بدناشون کاملا سالم بود. به راهش ادامه میده به امید اینکه بالاخره یکی رو زنده پیدا کنه بتونه باهاش حرف بزنه. بچه‌ها انقدر تعداد جنازه ها زیاد بود مجبور بود از روشون بپره، پاهاشو بذاره جای خالی که لهشون نکنه. دیگه خودتون تصور کنید چه وضع وحشتناکی بوده. چند لحظه بعد از دور میبینه یه مرده با یه پسر کوچیک‌تر که به نظر میرسید پسرش باشه دارن میان به سمت این. همونجا وای میسه منتظر میشه برسن بهش، ولی پدر و پسره اصلا به افروم نگاه هم نمیکنن. با چشای از حدقه بیرون زده زل زده بودن رو به جلو، از کنار افروم رد شدن رفتن. تو این نقطه یه قسمت دیگه هم از مغزش شروع کرد به کار کردن. یه خاطره یادش اومد. خاطره داستانی که پدر بزرگش وقتی بچه بود براش تعریف کرده بود. داستان راجع به افرادی بوده که قبلاً تو نایوس زندگی میکردن. گفته یه روز اهالی نایوس تصمیم میگیرن از دریاچه‌ای که توی این روستا هست رد بشن برن اون برش. رهبرشون یه کاری میکنه، آب دریاچه به دو قسمت تقسیم میشه، وسطش یه جاده باز میشه. مردم پشت سر این رهبره وارد این جاده باز شده میشن. به وسط دریاچه که میرسن یه پشه میشینه روشونه رهبرشون. رهبره دستشو میزنه روشونش که پشه رو بکشه، کنترل این آبا رو از دست میده، همشون برمیگردن سر جاشون، آدما غرق میشن. بابا بزرگ افرون بهش گفته بود روح همه این آدما گیر کرده بین دو تا سنگ بزرگ کنار نایوس پایینی. افرون و اکثر مردم روستا معتقد بودن نایوس پایینی به خاطر این روحا تسخیر شده است. اصلا برای همینم خود افرون خونش رو تو نایوس بالایی ساخت. اینجا به خودش میگه آهان، پس اتفاقی که افتاده به خاطر اون روحاست. از ترس اینکه خودش هم تسخیر نشه شروع میکنه به دویدن که از نایوس پایینی خارج شه. وسط راهش هم هی در خونه های مختلف رو باز میکرد به امید اینکه یه بازمانده پیدا کنه، ولی همه مرده بودن. به آخرین خونه که میرسه دست میندازه در رو باز کنه، ولی قبل از اینکه دستش بخوره به دستگیره در خودش خود به خود باز میشه. از تو خونه یه مرده به اسم جوزف نیکوین میاد بیرون. حال جوزف از افروم خیلی بدتر بود. دیشبش جوزف تو خونش بود که یهو صدای انفجار اومده. همون لحظه از تو اتاق دخترش صدای خفه شدن شنیده، پاشده بره به دخترش سر بزنه، چشاش سیاهی رفته افتاده زمین. فرداش از خواب بیدار شده، خودشو کشون کشون رسونده بالا سر دخترش، دیده متاسفانه دخترش مرده. تو این نقطه جوزف و افرون بدون اینکه حتی یک کلمه با هم دیگه صحبت کنن همینطوری زل زده بودن به هم. بعد از چند ثانیه طولانی بدون اینکه چیزی بگن دستشون رو دراز میکنن، با هم دیگه دست میدن. بعدش افرون شروع میکنه به دویدن، به راهش ادامه میده. جوزف هم میره خونه همسایش که ببینه حال اونا خوبه یا نه. خوب که نبودن، همشون مرده بودن، ولی جوزف انقدر منگ بود هیچ ریاکشنی به دیدن جنازه هاشون نشون نداد. فقط ته ذهنش میدونست الان باید بره کمک بیاره. رفت خونه خودش، موتورشو برداشت، رفت به سمت نزدیکترین روستا. خیلی طول کشید به اونجا برسه، ولی وقتی رسید دید همه آدما زندن، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. شروع کرد به توضیح دادن مشکلشون، ولی انقدر افکارش پراکنده بود و مغزش نمیتونست تمرکز کنه، حرفاش هیچ معنی نمیداد. وقتی هم که بالاخره تونست منظورش رو برسونه، انقدر حرفی که زده عجیب بود، اینکه همه آدمای روستای شب مردن، همه فکر کردن جوزف دیوونه است، حرفشو باور نکردن. برای همینم اون روز هیچ کس نرفت به نایوس سر بزنه. فردای اون روز چند نفر که با اهالی نایوس تجارت میکردن رفتن اونجا، دیدن همه حرفای جوزف درست بوده. سری به مقامات اطلاع میدن، معلوم میشه بجز نایوس این فاجعه تو چند تا روستای دیگه هم که بهش نزدیک بوده تو همون روز اتفاق افتاده.
خیلی زود خبر این مرگ دست جمعی تو همه روزنامه ها و اخبار دنیا پر میشه. سه روز بعد یعنی تو 25 آگوست یه دانشمند آمریکایی به اسم جوزف دوین خبر از تو تلویزیون میشنوه. چند ثانیه تو حالت شوک زل میزنه به تلویزیون، بعد سری میدوه تلفنشو برمیداره، زنگ میزنه به یکی از رابطاشو دولت آمریکا. بهشون میگه شما باید سری منو بفرستید نایوس، من میدونم چه اتفاقی افتاده. دولتم که سابقه این دانشمندو میدونست قبول میکنه. دو روز بعد جوزف به همراه یکی از همکاراش به اسم هارولدر سیگارتسن میرن نایوس. به محض اینکه میرسن میبینن ارتش داره جنازه ها رو تو گورای دست جمعی دفن میکنه و از اون تعداد محدود بازمانده‌ای که این اتفاق داشته هم مراقبت میکنه. دو تا دانشمند میرن با بازمانده ها صحبت میکنن، ازشون میپرسن فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ یه سری‌ها میگن احتمالاً حکومت داشته یه سلاح جنگی رو آزمایش میکرده، یه سری‌ها مثل افرا میگفتن نه، روح آدمایی که قبلا غرق شدن مسبب این اتفاق بوده. ولی جوزف و همکارش خیلی خوب میدونستن که هیچ کدوم از این تئوری‌ها درست نیست، چون چند وقت قبل با یه مورد مشابه اما تو ابعاد کوچیک‌تر برخورد کرده بودن. کی و کجا؟ 2 سال قبل تو فاصله 100 کیلومتری نایوس، کنار یه دریاچه به اسم لیک منون. 37 نفر مرده بودن. دولت آمریکا این دوتا دانشمند رو فرستاده بود که تحقیق کنن ببینن چی شده. بعد از کلی آزمایش به یه تئوری رسیدن. اسمشو گذاشتن اتفاق خطرناک ناشناخته و غیر طبیعی. همون موقع به مردمی که اون اطراف زندگی میکردن هشدار دادن، گفتن این اتفاق خیلی خطرناکه و هر لحظه ممکنه دوباره بیفته، باید اینجا رو تخلیه کنید، ولی مردم حرفشون رو جدی نگرفتن. حالا الان 2 سال بعد از اون جریان، این اتفاق این بار تو ابعاد خیلی بزرگتر افتاده بود. جوزف و همکارش رفتن کنار دریاچه نایوس، شروع کردن به نمونه برداری از آب. وقتی میخواستن در این نمونه ها رو ببندن، درا بسته نمیشد، با فشار پرت میشد. همینم کافی بود که بفهمن تئوری اتفاق خطرناک ناشناخته و غیر طبیعیشون درسته. دریاچه نایوس یه دریاچه معمولی نبود. تو دهانه ی آتش فشان بود و به خاطر فعالیت گذشته این آتش فشان، آب این دریاچه پر از کربن دی اکسیده. کربن دی اکسید یه گاز بیرنگ و بیبوئه که تو پروسه نفس کشیدن وقتی ما بازدم انجام میدیم از بدنمون خارج میشه. حالا اگر انسان یه مقدار کمی کربن دی اکسید نفس بکشه، هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی مقدارش یه کم بره بالاتر، آدم سرگیجه میگیره، حالت تهوع میگیره، پوست شروع میکنه به سوختن، انگار داره آتیش میگیره، ولی زنده میمونه. اما اگر مقدار کربن دی اکسیدی که وارد بدن میشه خیلی زیاد باشه، میمیره. کربن دی اکسیدی که تو دریاچه نایوس بود، برای سالیان سال کف دریاچه گیر افتاده بوده. نصف شب 21 آگوست سال 1986 یه اتفاقی میفته، باعث میشه این گاز آزاد بشه، مردم رو مسموم کنه. حالا اگه یادتون باشه، هم افروم هم جوزف صدای یه انفجار بلند رو شنیده بودن. ما دقیقا نمیدونیم اون صدای چی بوده، ولی براش دوتا تئوری هست. یا یه سنگ خیلی بزرگ قل خورده افتاده تو دریاچه باعث شده گاز آزاد بشه، یا آتش فشان کف دریاچه یه کوچولو فعال شده باعث شده کربن دی اکسیدا به صورت حباب در بیان بالا بترکن گاز آزاد شه. بعدش یه ابر سمی بالای دریاچه تشکیل شده، این ابر حرکت کرده رفته به سمت نایوس پایینی و روستاهای اطرافش، همه چی و آدما، حیوونا و حتی حشرات رو کشته. برای همینم تعداد تلفات نایوس بالایی کمتر بوده، چون ابر به سمت پایین حرکت کرده. افرادی هم مثل جوزف و افروم که زنده موندن کمتر از دوز کشنده استنشاق کردن، باعث شده فقط مسموم بشن، اون حالت گیجی و منگی رو تجربه کنن. یادتونه گفتم آدم ها قبل از مرگشون سعی کردن لباساشون رو در بیارن؟ به خاطر سوزشی بوده که از مسمومیت کربن دی اکسید گرفتن. تو این اتفاق وحشتناک بیشتر از 1700 تا آدم و بیشتر از 3500 تا حیوان زنده جونشون رو از دست دادن. متاسفانه الانم کلی آدم تو نایوس زندگی میکنن و هر لحظه ممکنه دوباره اون اتفاق بیفته. از اونجایی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید، معلومه به این موضوع علاقه دارید، پس حتما ویدیویی که براتون ساجست میکنم و اگر ندیدید ببینید، چون مطمئنم ازش خوشتون میاد. نظراتونم حتما با هم در میون بذارید، خیلی دوست دارم بدونم چی فکر میکنید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.